بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مؤثرين عزيز ورقمندان بخش حسابداری با سلسله یا سریز ویدیوهای مضمون کاست اکاونتینگ یا سنجش مصارف خوش آمدید. کاست اکاونتینگ یا سنجش مصرف یکی از مضامین اهم در اقتصاد و در بخش حسابداری می باشد که از شاخه های عمومی محاسبه گرفته شده و در محاسبه در اکاونتینگ ما رشته های زیاد داریم که رشته های فاینانشل اکاونتینگ یا محاسبه مالی، منیجریال اکاونتینگ یا منیجمنت اکاونتینگ، محاسبه مدیریت و همچنان کاست اکاونتینگ که انشالله امروز بحث میکنیم، پس یا سنجش مصرف و همچنان دیگر رشته های وجود داره، محاسبه دولتی یا گورنمنتال اکاونتینگ، محاسبه سازمان های غیر انتفاعی، محاسبه اجتماعی، بسیار همچنان آدیتینگ یا تفتیش، پس تمام بخش های محاسبه بخش های زیاد داره که بخش های مهمش محاسبه مالی، محاسبه مدیریت و محاسبه سنجش مصرف میباشه که در بخش محاسبه مالی ما که ارتباط یا ارتباط کمپانی یا شرکت با محیط داخلی زیادتر تنظیم میکنه و معلومات راجع به معلومات با استعمال کنندگان معلومات محاسبوی خارجی تنظیم میکنه، یعنی به اصطلاح که بیرون از سازمان باشه، چی دولت باشه، سرمایه گذاران باشه، مصرف کنندگان باشه و دیگر، معلومات چی میکنه؟ تهیه میکنه، صورت حساب های مالی را میسازه، محاسبه مالی که معلومات معاملات تجارتی یا بزنس ترانزکشن ثبت میکنه، طبقه بندی میکنه، خلاصه میسازه و از او صورت حساب های مالی یا فاینانشال استیتمنت ترتیب میکنه. اما در محاسبه مدیریت که منیجریال اکاونتینگ است، پس تمام معلومات که توسط معاملات محاسبه مالی تهیه شده و یا توسط محاسبه سنجش مصرف تهیه شده، پس دیگر راپورها را تنظیم میکنه و همچنان در بخش پلانگذاری با مدیریت کمک میده تا برای مدیریت یا منیجمنت اداره معلومات در اختیارشان قرار میگیره تا در بخش تصمیم گیری کمک کننده باشه. اما در بخش سنجش مصرف یا کاست اکاونتینگ، در این با کاست اکاونتینگ یا سنجش مصرف هم که عین مانند منیجریال اکاونتینگ یا منیجمنت اکاونتینگ با محیط داخلی کمپانی سرکار داره که در راجع به کنترل، تنظیم، ثبت و مصارف یک جنس یا امتعه و یک خدمت که تولید میشه یا یک خدمت که اجرا میشه، پس سیرا بحث میکنه که مصارف ثبت شه، کنترل شه، ارزیابی شه، تمام شه، این مسئله بحث میکنه و در که تفاوتشان با منیجریال اکاونتینگ یا منیجمنت اکاونتینگ ما میتونیم که در چهار نقطه را توضیح بداریم. نقطه اولش هم از نگاه هدف محاسبه سنجش مصرف با محاسبه مدیریت فرق داره که محاسبه سنجش مصرف راجع به تعیین قیمت معلوماتی ارائه میکنه، اما که قیمت از چه رقم تعیین شده و مصارف تمام شده یک جنس یا یک ارائه یک خدمت چقدر می باشه و در تعیین قیمتی کمک میکنه و هدف منیجریال اکاونتینگ یا منیجمنت اکاونتینگ یا محاسبه مدیریتی است که معلومات در اختیار مدیریت یا رهبری تصدی قرار میده و از نگاه ماهیت فرق دومش از نگاه ماهیت است که معلومات کاست اکاونتینگ معلومات فعلی و گذشته را ثبت میکنه، معلوماتی که مصارف که صورت گرفته و معلوماتی که صورت میگیره در حالت جریان است و معلومات را ثبت میکنه. اما منیجریال اکاونتینگ یا محاسبه مدیریت نه تنها که با مصارف فعلی با این مسائل کار داره و برای مصارف آینده و برای معلومات آینده هم سرکار داره در بخش پلانگذاری و در بخش پروجکشن یا پلان کردن صورت حساب های مالی که ما در محاسبه مدیریت ما کمپاراتیو استیتمنت داریم و همچنان پروجکتد فاینانشل استیتمنت داریم که برای زمان آینده صورت حساب های مالی را
پلان میکنه. و فرق دیگهش از نگاه داتا یا معلومات است، از نگاه معلومات هم با هم فرق داره، که معلومات کاست اکاونتینگ یا سنجش مصرف تنها معلومات کمی میباشه، مقداری میباشه، اما محاسبه مدیریت با بر علاوه معلومات کمی با معلومات کیفی هم سر و کار داره. بخش دیگهش و فرق دیگهش با از کاست اکاونتینگ و منیجریال اکاونتینگ در از نگاه جنبه ثبت عواید و مصارف است، که در محاسبه سنجش مصرف تنها مصارف ثبت میشه، اما در محاسبه مدیریتی بر علاوه مصارف عواید هم ثبت میشه و در نظر گرفته میشه. که فرق محاسبه سنجش مصرف با مدیریت است. پس در محاسبه سنجش مصرف که بار اول در شرکت های تولیدی با وجود آمد، که چه رقم یک جنس تولیدی مصرف قیمت تمام شدش تعیین شود، پس به این خاطر سنجش مصرف از محاسبه قیمت تمام شده میگه و محاسبه یا حسابداری صنعتی یا اندستریال اکاونتینگ میگه. و بر علاوه دیگر که دیگر معلومات که یک منیجر یا مدیر مالی در یک شرکت در یک کمپانی برای معلومات دیگر ضرورت داره، با مهارت های دیگر نیاز داره، کاست اکاونتینگ از سنجش مصرف هم یک نیاز مبرم برای مدیران مالی پنداشته میشه، که چون وقتی که مدیران راجع به مصارف و عواید تصمیم میگیره، راجع به پلانگذاری مصارف تصمیم میگیره، پس اولتر از همه باید طبقه بندی تصنیف مصارف و بشناسه، که این تصنیف مصارف، طبقه بندی مصارف با استفاده از کاست اکاونتینگ یا محاسبه سنجش مصرف با آسانی قابل محاسبه است و قابل پیش بینی میباشه، چون در محاسبه سنجش مصرف تمام مواضع، تمام حامل مصرف تماشون تعیین میشه و مشخص میشه، که در عناوین موضوع بس خواهد شد. و همچنان برای تصنیف و تثبیت مصارف مهارت های ضرور است، که این مهارت ها مدیران که این مهارت ها برشان نیاز دارند، پس این مهارت های تصنیف و توزیع مصارف از دانش کاست اکاونتینگ یا از علم سنجش مصرف استفاده کرده میتونه و استفاده میکنه. و اگر اهمیت سنجش مصارف برای تمام ادارات کاروباری و تمام انواع کاربارها می باشد، چی خدماتی باشد، چی تولیدی باشد و چی تجاری باشد، که نه تنها در بخش شرکت های تولیدی استعمال شود، بلکه در خدمات و در تجارت هم قابلیت استعمال دارد و چه رقم تعیین قیمت یک ارائه یک خدمت تعیین شود. و که در محاسبه سنجش مصرف ما موضوعاتی را در این پروگرام خود یا در این سریز یا سلسله تدریسی خود در نظر گرفتیم، که فهرست ما 4 بخش داره، که بخش اولش یا فصل اولش اساسات سنجش مصرف است، که تصنیف امور حسابی و همچنان تعریف ها، وظایف، اهداف، کاربرد و اصطلاحات و مفاهیم سنجش مصرف، راجع به تمام این مسائل بحث میشه. و در بخش دیگه مفهوم و مصرف و انواع مصارف قابل سنجش بحث میشه، که مصارف متغیر و مصارف ثابت، تمام مسائل در فصل اول بحث میشه. و دیگر فصل دومش مربوط به سنجش انواع مصارف بوده، که انواع مصارف مفهوم و انواع کلاسیفیکشن مصارف، طبقه بندی مصارف از هر نگاه مصارف طبقه بندی شده و این طبقه بندی مصارف زیر بحث قرار میگیره و چه رقم طریقه های شیوه های سنجش این مصارف از چی قرار است، این مسائل بحث میشه. در عنوان دیگر در فصل دوم پرنسیپ های مهم سنجش انواع مصارف، کدام پرنسیپ ها، کدام اصول برای سنجش مصارف در نظر گرفته میشه، با کدام شیوه ها سنجش میشه، شیوه ها و طریقه ها، پرنسیپ ها و اصول تماشون بحث میشه. و تصنیف مصارف که یادآور شدیم، طبقه بندی مصارف تماشون بحث میشه. در فصل سوم یا بخش سوم ما سنجش مواضع مصارف که بسیار قابل اهمیت میشه برای تمام انواع کاروبارها، که مواضع مصارف باید دقیقتر و خوبتر تعیین و مشخص شود، که مفهوم و اهداف سنجش مواضع مصارف مفهومش چی است، از کدام موضوعات بحث میکنه،
و توزیع انواع مصارف بالای موازی مصارف که درجه ما تمام مصارف مجموعی را تقسیم موازی میکنیم و تمام موازی مصارف را مشخص کرده میتونیم. و دیگر روش سنجش تصدی در این بخش بحث میشه و همچنان سنجش حامل مصرف که ما را کمک میکنه که قیمت فی واحد یا قیمت فی واحد جنس را چکنیم برآورد کنیم. و همچنان مفهوم اهداف سنجش حامل مصرف است، سنجش زمانی حامل مصرف است. پس تمام موضوعات انشاءالله در این چهار فصل تنظیم شده و بر علاوه عناوین بعضی عنوان‌های خرد و ریزه دیگر اضافه می شود. موضوعات با مفهوم کامل انشاءالله بحث می شود. که هدف فصل اول ما آشنایی محصلین با مفاهیم و اصطلاحات مهم سنجش مصرف باشد که با اصطلاحات اساسی سنجش مصرف یا آشنایی پیدا کنم. که قبل از اینکه ما روی مسائل یا اساسات سنجش مصرف یا تعریف‌های سنجش مصرف بریم، اول بهتر است ما تصنیف امور حسابی را بحث کنیم که امور حسابی به چند بخش طبقه بندی شده یا تصنیف شده. تصنیف امور حسابی که امور حسابی به دو بخش تقسیم شده که بخش اولش عبارت از امور حسابی یا تصنیف امور حسابی بر اساس اقتصاد ملی یا کل و بخش دیگرش امور حسابی یا تصنیف امور حسابی بر اساس اقتصاد تشبثات. اقتصاد تشبثات پس داری که در امور حسابی که بر اساس اقتصاد ملی تصنیف شده، طبقه بندی شده، تمام کمیت های کلی در اقتصاد ملی را مورد بحث قرار میده، مورد سنجش قرار میده، چه محاسبه سنجش عاید ملی باشه، جی دی پی و جی ان پی. پس این مسائل تمام شده در نظر میگیره که گراس دومستیک پروڈکت یا تولید ناخالص داخلی و گراس نشنال پروڈکت تولید ناخالص ملی که موضوعات مربوط اقتصاد کل هست و در مجموع تصنیف امور حسابی و اساس اقتصاد ملی تمام موضوعات سنجش میکنه. سرمایه گذاری ملی و همچنان سنجش این مسائل تمامشان مربوط امور حسابی و اقتصاد کل میشه. و امور حسابی به اساس اقتصاد تشبثات داریم که از تمام کنترل، تنظیم و کنترل تمام امور حسابی که مربوط تصدی ها میشه یا تمام اجزا یا واحدهای خوردی که در تصدی هاست او را مورد بحث قرار میگیره. تمام کنترل مصرف تمام شد و مثلا تمام مصارف و عواید که یا امورات حسابی که امورات مالی که در یک شرکت در تصدی و وقوع میبینید تمام مسئله در نظر میگیره و بحث میکنه که امور حسابی اقتصاد تشبثات یک وسیله کمکی است که توسط آن مواظبت، کنترل، بررسی و راهنمایی ترکیب عوامل تولید در پروسه تولید یک تصدی صورت میگیره که تمامشون خود امور حسابی اقتصاد تشبثات یک وسیله است. وسیله است، وسیله کمکی که تصدی ها را، منجمنت تصدی ها، رهبریت تصدی ها را کمک میکنه تا تمام مصارف ترکیب، تمام مصارف را کنترل کنه و همچنان ترکیب عوامل تولید در پروسه تولیدی که مثلا بعضی تولیدات، بعضی اجناس سرمایه بر میباشه یا کپیتال انتنسیف میباشه و بعضشان کاربر یا لیبر انتنسیف میباشه که بعضشان زیادتر کارگر میخواید، بعضشان زیادتر سرمایه بر اجناس سرمایه و ماشین‌آلات کار است. پس درجه این ترکیب عوامل توسط این امور حسابی به اساس اقتصاد تشبثات بحث میشه که از کدام ترکیب ما استفاده کنیم، یک ترکیب مناسب که ما قیمت تمام شده ما کمتر بیه. یعنی هرگاه جنس سرمایه بر باشه یا کاربر باشه پس سیر تشخیص بده و همچنان قیمت سرمایه و قیمت کارگر در بازار کار و در بازار عوامل تولید را باید سنجش کنه که
کدام ما سرمایه ما ارزان تر تمام میشه، از ماشینالات استفاده کنیم یا کار ما ارزان تر تمام میشه یا از کار قوه کار زیادتر استفاده کنیم. که در امور حسابی به اساس اقتصاد تشبثات تمام اطلاعات مالی در این راجع ضرور است که اطلاعات مالی توسط در از صورت با استفاده از صورت حساب های مالی و با استفاده از ارقام حسابی تنظیم میشه. که در صورت حساب های مالی ما اینکم استیتمنت، بیلانس مفاضل، تمام مسائل راجع به فروشات و مصارف تنظیم از اوجه گرفته میشه و باسانی مورد بحث و باسانی از اوجا در بخش تصمیم گیری استفاده شده میتونه. و در همچنان در بیلانس شیت که اون وضعیت مالی تمام کاروبار یا یک شرکت مشخص می‌سازد که در کدام وضعیت قرار است، مقدار سرمایه، مقدار دیون یا لایبیلیتیز یا قرضه ها از چه قرار است، دارایی ها در این بخش، دارایی های ثابت و غیر ثابت، دارایی های جاری و غیر جاری، این مسائل تمامشان مشخص میشه. پس دیگر مسائل که امور حسابی از نگاه وظایف داخلی و خارجی تقسیم شده که وظایف داخلی و خارجی توسط با استفاده از این رشته ها تنظیم میشه که محاسبه مالی، محاسبه قیمت تمام شد یا سنجش مصرف و همچنان محاسبه مدیریت و معلومات حسابی میباشه. که تصنیف امور حسابی و ارتباط تصدی در با محیط خارجی در ویدیوی بعدی انشاءالله خدمتتان در اختیارتان قرار میگیریم. میتونم پس تا این دم که با ما بودین تشکر، خداحافظ. Thank you.